خیلی از مطالبی که شما میتونستین استفاده کنید در برنامه‌هاتون از در مورد آقای روحانی ندیدید. نتیجهش این میشه که روز سه‌شنبه کسی رو دعوت میکنید در برنامه‌تون که مردم ایران به سگ تشبیه میکنه که استخون جلوش میندازه. آقای تفرشی شما میخواید پاسخ مهمان‌های برنامه رو بدید یا اومدید تبلیغ بکنید برای آقای روحانی؟ هیچ تبلیغی کدوم از این خب اون نکاتی که مطرح شده رو خواهش می‌کنم بپردازید. من متاسفم برای اینکه بحثی که شما دارید شما نباید آقای تفرشی اصلا بحث برنامه‌های دیگر اینجا شما رو برای این دعوت نکردیم که برنامه‌های دیگر صدای آمریکا رو بخواید نقد کنید. بله عیب نداره ولی تشکیل همون برنامه اجازه بدید کردن ملت ایران به سگ آقای تفرشی اجازه بدید در همون برنامه من این رو به احترام ستاد آقای روحانی نگفتم ولی الان میگم از کمپین آقای روحانی از ستاد آقای روحانی ما دعوت کرده بودیم کسی قرار بود بیاد در این برنامه من ازشون اسم نمیارم برای اینکه برایشون دردسر درست نشه خودشون شرکت نکردن آقای شما لابی تروریست رو خواهش... دعوت میکنین طبیعیه که اون رو آقای تفرشی خواهش میکنم اتهام به کسانی که در برنامه نیستن نزنید این کار اصلا صحیح نیست شما که خودتون صحبت از اخلاق و اعتدال میکنید این روش برخورد نیست من پرسشی رو مطرح کردم امیدوارم شما پاسخ پرسش رو بفهمید پاسخ پرسشی که مطرح کردن بفرمایید آقای مفصل مطرح شده اینجا من از آقای روحانی دفاع میکنم برای اینکه من دو بار بیشتر آقای روحانی در اون رام ندیدم و هیچ نفع شخصی از این ماجرا ندارم بحث من اینه که احترام بذارید به انتخاب ملت ایران و اجازه ندیم که کسانی که دشمن منافع ملی ایران هستن از این ماجرا سوء استفاده کنن الان طبیعیه که خیلی از آقای اجازه میدم خواهش میکنم بحث رو اینقدر سیاه و سفیدش نکنید که یه عده دشمن منافع شما سیاه سفید نه شما میفرمایید یه عده دشمن منافع ملی هستن و بله. یه عده حامی این نگاه شماست ازتون خواهش میکنم نقد در واقع ببینید کسانی که صبح تا شب تبلیغ جنگ میکنن با ایران کسانی که ناراحتن دیروز این برنامه آقای اجازه بدید ما داریم بحث میکنیم شما میخواید که اگه تصفیه حساب با یه گروه سیاسی خاصی داری اصلا هیچ وقت من با هیچ گروه من پرسش از شما کردم بی‌طرفی رسانه شما من اصلا با اون گروه کاری ندارم بی‌طرفی رسانه شما رو باش مشکل دارم برای اینکه اجازه نمیدید من صحبت بکنم شما اگر که از چیزی ناراحت هستید انتخابات انجام شده آقای روحانی هم برنده شده شما میگید که دو بار ایشون رو از نزدیک دیدید رفتید در تهران با ایشون تماس داشتید به دلایلی دوست داشتید که این اتفاق بیفته که قبل از انتخابات بیاید این بحثا رو مطرح بکنید خیلی ها در همین برنامه اومدن و گفتن به آقای روحانی رأی میدن در برنامه شب انتخابات اینجا کسی بودش که گفت که زنها بسیاری از زنها به آقای روحانی رأی میدن خواهش میکنم بحث بی‌طرفی و جانبداری اینا رو مطرح نکنید نمیشه یک بخشی از ماجرا رو دید و بر اساس اون حکم صادر کرد پرسش که من از شما دارم این هست که شما گفتید که مسئله بعدی اینه که ببینید شما متاسفانه یه بحثی که وجود داره اینجا اینه که اتفاقا من میخوام بگم شما سیاه‌سفید میبینید دلیل قدلیشم خیلی مشخصه دلیلش اجازه بفرمایید اجازه بدید من شما مجید که ما رو محاکمه بکنید اگه من برم بگید من جواب بدید آقای تفرشی شما مجید من رو محاکمه کنید یا میخواید پرسش کنید من محاکمه بحث شخص شما نیست شما میتونید هر اتهامی به من بزنید که بگید ما یک جانبه برخورد کردیم میگید سیاه و سفید ما نگاه میکنیم شما که طرف ما در واقع پاسخگویی نمیخواد من رو در واقع به خودتون که پاسخگو بکنید شما ما ازتون دعوت کردیم خواهش کردیم که بیاید در این برنامه شرکت بکنید من میشه 10 بار تو برنامه شما شرکت کردم و هیچ وقت این به همچین بحثی وجود نداشته خب. دلیلش هم توهین به ملت ایران بوده من شخص بحث شخصی نمیکنم من الان چند سال هر کسی در این برنامه میاد صحبت میکنه مطالبی که عنوان میکنه مواضع شخصی خودشه اگر که حرفی رو میزنه که در ناراحت میکنه خودش باید پاسخگو همطور که آقای داد اشاره کردن چیزی به نام انتخابات نیستش که در این حکومت چند تا آدم های خودشون رو میگذارن مردم باید به اونها بین اونها انتخاب بکنن بعدم تقلب میکنن تازه رئیس جمهور هم که بشه کاری نیست بعد از 8 سال آقای خاتمی فرمودن که ما تدارکاتچی هستیم کاری نیستیم که دو نفر کاندید 4 سال پیش هم هنوز در حسرن کسانی هم که اعتراض کردن در زندانن این از مفهوم انتخابات اما آنچه مایه حیرت و شگفتی منه اینه که جناب دقانپور این انتخابات اگه در آفریقا و غیره برگزار شده بود اصلا دنیا توجهی نمی کرد ولی یک کارزار وسیع بین المللی اغراق نمی کنند در این لغت وسیع داره انجام میشه گویا که به این انتخابات مشروعیت بده او رو عادی جلوه بده انتخابات که بین 4 تا آدم های این حکومت رو ببینید چه کارزار وسیع هماهنگ اول از همه شروع میکنن مردم رو ترساندن اون شیخ امام جمعه مشهد علم الهدا اول اومد گفت اگه کسی رأی نده
100% میره جهنم. خب این تکلیف مؤمنین دیگه مشخص شد. بعد شروع کردن ده ها مقاله و مصاحبه و گزارش در خارج کشور که تنها راه نجات مردم ایران همین صندوق های رأی، همین اصلاحات از طریق صندوق رأی. نکنید میشید مثل سوریه. دیدید سرنوشت سوریه رو چطوره؟ ترساندن از سوریه. بعد یه لولوی جدیدی پیدا کردن به نام جلیلی. اگر شما نرید رأی بدید جلیلی برنده میشه. وای به حال مملکتی که جلیلی رئیس جمهورش. مؤسسه بروکینگ دیدم همین چند روز پیش یه گزارش داده که ما رفتیم مطالعه کردیم 167 نمونه تحریم در کشورهای مختلف همش اشتباه بوده. باید در انتخابات شرکت کنید، چون این نکنید یکی مثل جلیلی میاد. یعنی ترساندن و بعدم یه امید. خب ببینید بالاخره خب زمان خاتمی بهتر از احمدی نژاد بود، زمان رفسنجانی هم بهتر بود. حالا شما برید بین موجودات ممکن یکی رو انتخاب بکنید و سعی میکنن به این ترتیب به این آرایش انتخاباتی مشروعیت بدن. ده ها نظرسنجی راه افتاده که 70% مردم در انتخابات شرکت میکنن، قالیباف 30%، اون 25%، انگار که ما داریم انتخابات سوئد رو برگزار میکنیم. من به شما تعهد میدم جناب دوانپور، تعهد میدم از همین الان یه دو ماه دیگه که این انتخابات نمایش تمام شد خدمتتون خواهم بود. اون موقع میبینید که ده ها نظرسنجی جدید در اومده، نشون میده که مردم در اکثریت قاطع شرکت کردن. انتخابات تنها راه نجات این مملکته. رئیس جمهوری که انتخاب شده مشروع و و و. آقای دایی، بخشی از صحبت های آقای زیبا کلام رو با هم بشنویم در مستندی که برای آقای روحانی تهیه شده، بعد خیلی کوتاه پاسخ شما رو به اون استدلالی که آقای زیبا کلام میکنه برای شرکت در انتخابات بشنویم. سوال، ما چه گزینه دیگه ای داریم؟ چه آلترناتیو دیگری به جز صندوق رأی داریم؟ بنده به عنوان استاد علوم سیاسی به شما میگم هیچ گزینه دیگه ای نداریم، هیچ آلترناتیو دیگری نداریم. بنابراین هیچ چاره ای نداریم الا اینکه با همین صندوق رأی وزارت کشور با همین مقدار سعی بکنیم که ببریم جلو، ببریم به سمت تغییر، ببریم به سمت اصلاحات، ببریم به سمت آشتی کردن با دنیا، ببریم به سمت توسعه سیاسی، ببریم به سمت رفرم اقتصادی. چاره دیگه ای نداریم. بدیلش باور کنین وضعیت‌های وحشتناکی هستش که حتی این مقداری هم که تا به اینجا به دست آوردیم از بین خواهد رفت اگه راه و روش‌های دیگری بریم. بنابراین چاره ای نداریم، گزینه دیگری نداریم. گزینه های دیگر اگرچه که خیلی شیک به نظر میرسن ولی سر به ناکجا آباد میبرن. بنابراین باید با این احساس، با این وسوسه بجنگیم که رأی دادن فایده نداره. نه آقای دایی، بشنویم پاسخ شما رو تا اونجا که میشه مختصر بفرم. بله، اگه اینو پخش کرده بودی که صحبت اولم من در آغاز برنامه نمی کردم. ترساندن مردم را چاره ندارید. البته به امثال آقای زیبا کلام میگن کارشناسان حکومتی، من استاد دانشگاه جامعه شناس نداره. ایشون از نظام میخواد دفاع کنه، بالا و پایین رو به هم میدوزه، آسمان و زمین. حرف یک کلامه، مردم شریف ایران هیچ راهی ندارید. ولی فقیه اون بالاست یه استخونی جلوتون میندازه، به همین کفایت کنید. اگر این استخون رو بر ندارید بدتر از این میشه، استخون هم نخواهید داشت. حالا این چهارتا که خوبه، پس ولی ببینید چهارتا رو که دوتا میگید جیان تاثیر نداره. داره. دوران خاتمی رو مقایسه کنید با احمد نژاد. سوریه رو ببینید. نه، علم الهدا گفته اگر در انتخابات شرکت نکنید جهنم که قحطیه، هیچی، همسرتون بهتون حرامه، مالتون هم ازتون میگیره. این ترساندن مردم که مردم ایران با 2500 سال تاریخ، 100 و چند سال بیش انقلاب مشروطیه کرد، مشروطیت داشتن، مصدق داشتن، انقلاب داشتن، این همه مبارز، میلیون ها نفر در خارج کشور، کارش به جایی رسید که خامنه ای هر چی میذاره جلوش، امثال آقای زیبا کلام بگن راه دیگری ندارید. مؤسسات خارجی هم در تایید این نظرسنجی درست بکنن، تحلیل درست بکنن، نظر کارشناسی، که مردم ایران همینی که از گیر افتادید. بله. آقای سعید عجاریان گفت که ممکنه 700 سال طول بکشه. اروپا بعد از انقلاب 200 سال طول کشید به دموکراسی رسید. شما میخواید دو روزه برسید به دموکراسی؟ 700 سال آقای حجاریان گفته. خدا رو شکر کنید که الان تفاوتی بین شیخ حسن روحانی و قالیباف پس فردا ممکنه یکی بذارن جلوتونا. به همین که هست بچسبید.
اما چند نکته رو در پایان این برنامه لازم هست توضیح بدم. نکته دوم در مورد برنامه سه‌شنبه 21 خرداد افق که یکی از مهمانان برنامه آقای حسن دایی نکاتی رو عنوان کرد که با واکنش گروهی از بینندگان روبرو شد. هرچند که در نقل اونچه که ایشون گفت سوء تعابیر بسیاری پدید اومد، ولی اونچه که ایشون عنوان کرد توهین به مردم ایران نبود، بلکه نقل نگاه حاکمیت به انتخابات و توجیه کنندگان وضعیت موجود بود. برای روشن شدن بیشتر قضیه خود ایشون آقای دایی مطلب کوتاهی فرستادن با این مضمون که برای شما میخوانم. نوشتن به دنبال صحبت‌های من در برنامه روز سه‌شنبه 11 آوریل و ابهاماتی که در این باره به وجود آمده، توضیح کوتاهی را تقدیم می‌کنم تا در صورت ممکن به اطلاع هموطنان عزیز برسانید. من در مورد آنچه به غلط انتخابات ریاست جمهوری خوانده می‌شود توضیح دادم که همه کاندیداها دستچین شده ولی فقیه هستند و الغای این توهم که گویا مردم ایران چاره دیگری به جز تن دادن به گزینه‌های حکومتی ندارند توهین به مردم شریف ایران با تاریخی 2500 ساله و بیش از 100 سال مبارزه برای دموکراسی است. من از حیثیت و شخصیت مردم پر افتخار ایران دفاع کردم و این کار را وظیفه خود می‌دانم. با سپاس حسن دایی. این پاسخ است که ایشون برای ما از طریق ایمیل فرستاد.